سلام دوستان با آموزش مدیریت پروژه و نرم افزار آفیس پروژه در خدمتتون هستیم در جلسه قبل در مورد مدیریت هزینه با هم گفتگو بود کرده بودیم و گفتیم که چطوری باید هزینه رو برآورد کنیم بودجه بندی کنیم وارد ام کنیم و بتونیم اونا رو تحت کنترل قرار بدیم و بدونیم تو چه زمانی چه مقدار سرمایه و از کجا و حتی برای چه شخصی آماده کنیم تو این جلسه میخوایم در مورد ریسک صحبت بکنیم تا الان ما برنامه ریزی کردیم واسه پروژه‌مون و گفتیم که چه فعالیت هایی داره هر کدوم از فعالیت ها چقدر زمان میبره برای هر کدوم چه منابعی رو باید استفاده بکنیم و به ازای هر کدوم از اونها چقدر باید هزینه بکنیم و چقدر باید سرمایه گذاری کنیم و در چه زمانی و حالا قبل اینکه پروژه رو شروع بکنیم باید ریسک هایی که تو اون پروژه وجود داره رو شناسایی کنیم و برای اونها آمادگی کسب کنیم وقتی که یه ریسکی اتفاق میفته شناسایی میکنم و میدونم که این ریسک وجود داره بعد بازش آماده باشم و یه سری اقدامات از پیش تعریف شده رو بازش مهیا کنم تا وقتی که اگر خدای نکرده این ریسک اتفاق افتاد بتونم آماده باشم حالا من گفتم خدای نکرده اما لزوما یک ریسک فقط منفی نیست ما ریسک های مثبتی هم داریم که یه موقع شانس میدونیم و اون اتفاق میفته و خوشحال میشیم و باز هم باید واسه اونها آماده باشیم ریسک یعنی چی؟ ببینین ریسک هم ما خیلی جاها منفی میدونیم اما توی پروژه فقط ریسک های منفی نیستش ریسک رو توی پروژه احتمال به دست آوردن یا از دست دادن یک ارزش رو میگن خب؟ خود مدیریت ریسک واقعا یک رشته تخصصی توی مدیریت پروژه و توی پروژه ها که خیلی توش کار شده و و دوستان تخصص گرفتن در موردش توی دانشگاه ها تدریس میشه و خب زمینه خیلی گسترده داره ما اینجا سعی میکنیم یک اشاره کوچیکی بکنیم و بتونیم در حد عملی وقتی که یه پروژه رو داریم از اون استفاده کنیم و برای ریسک آمون آماده باشیم این تعریفی که اینجا آوردیم بر اساس مدیریت ریسک مطالعه تحقیقی که توی مجله مدیریت کسب کار منتشر شده بود آوردیم و خب خیلی جاها تعریف مختلفی هستش و این یکی از تعریف خلاصه و مفیدی بود که من پیدا کرده بودم حالا خود مدیریت ریسک یعنی چی یعنی فرایند شناسایی من باید اول ریسک هامو شناسایی کنم بعد تجزیه و تحلیل بکنمشون اولویت بندی کنم یعنی کدوم ها مهم من که باید واسهشون پیش بینی پس همه ریسک ها مهم نیستن اون ریسک هایی که دارای اولویت بالا هستن و تجزیه تحلیل میکنم و اقداماتی که باید برای واکنش به اون ریسک تعریف بشه رو پیریزی میکنم و و و موقع عمل بتونم از اونها استفاده کنم و پیامدهای ناگوار رو که مدیریت بکنم اونجا و بعدش هم باید از اونها نتیجه گیری کنم آقا وقتی که این ریسک اتفاق افتاد من بر اساس این برنامه آیا این کارها رو انجام دادم به نتیجه مطلوب رسیدم یا نه چون ممکنه ریسک ها چون خیلی کم اتفاق میافتند ممکنه واقعا آمادگی واسهشون با سخت باشه و بعد از یک ریسکی اتفاق افتاد باید ببینیم که اقداماتمون مثبت بوده یا نه خب اینجا برخی از نمونه ریسکا رو آوردیم که گفتیم ریسکا به دو صورت توی پروژه تعریفشن یکی منفی یه سری هم مثبت هستن منفی ها چی هم مثل مواجهه و تورم که توی ایران خیلی زیاده کمبود نیرو نیروی متخصص که تو ایران خیلی زیاده تاخیر پیمانکار که توی ایران خیلی زیاده شرایط جوی حالا تو ژاپن زیاده تو ایران زیاد نیستش و تغییرات محدوده که بر اساس درخواست مشتری که همه اینا تو ایران خیلی زیاده در واقع اینا دیگه ریسک نیستن تو ایران یه چیزی هستن که تو پروژه باید از پیش ببینیم و اقداماتش رو تجربه کردیم و بتونیم از تجربیاتش استفاده کنیم پس همه اینا تو ایران که هست حالا تو خارج اینا ریسکای شاید باشن که کمتر اتفاق بیفتن ریسک های مثبت میتونه چی باشه زمان انجام فعالیت ها کمتر باشه اصلا زودتر بچه ها کار کرده باشن خب زودتر کار انجام شده که تو ایران اتفاق خیلی کم میفته. یه یهو تعداد منابع در دسترس بره بالا خب اینم کم هستش تو ایران و اعتبار بیشتری به پروژه بتونیم بدیم مثلا دولت اومده سرمایه گذاری بیشتری تو اون قضیه کرده اگر کار پروژه دولتی رو انجام خب تو ایران ما بیشتر ریسک های منفی داریم و در واقع دیگه ریسکامون از حالت ریسک خارج شدن و ما باید پیش بینی تورم رو بکنیم تو خیلی جا بخاطر نمیره تو وقتی که برآورده هزینه میکردیم یه مقداری بیشتری رو در نظر میگرفتیم چون میدونیم 100 درصد با تورم مواجه میشیم خب این انواع ریسک بود حالا فرآیند مدیریت ریسک چیه و چه کارهایی باید بکنیم من حدودا تو توضیحاتم شاید متوجه شده باشین ما اول برنامه ریزی واسه مدیریت ریسکمون خب قبل اینکه شناسایی بخوایم بکنیم یعنی چی برنامه ریزی میکنیم یعنی اینکه آقا من چقدر پول و بودجه میخوام واسه اینکه ریسک مدیریت کنم در نظر میگیرم مثلا زلزله میخواد اتفاق بیفته یا آتش سوزی میخواد بشه یعنی حالا آتش سوزی خدای نکرده اتفاق بیفته بعد یه مقدار هزینه از قبل واسه کپسول های آتش نشانی موارد ایمنی در مورد اچ -E در نظر بگیرم چه کسی مسئول اینا هست اگر آتش سوزی شد شاید من تیم آتش نشانی نداشته باشم اما باید یه سری افراد رو مسئول بکنم وقتی که آتشی خدای رو رخ داد تا زمانی که خب تیم آتش نشانی حالا دولتی برسه بتونم آتش رو مهار بکنم خب چه کسانی باید این کار رو بکنن و روش مقابله با اونا مثلا چه ابزارهایی باید باشه و حالا به صورت کلی در نظر گرفته میشه پس نقش ها و مسئولیت ها مثلا من مدیر کل ریسک ها رو در نظر میگیرم یه شخصی کلا بر بیاد مدیریت کنه ریسک های منو واسهشون زمان تعریف کنه واسهشون بودجه تعریف کنه مسئول باشه در قبال اونها و افراد رو تعیین بکنه خب بعد اینکه حالا این متولوژی های کلی و سیاست های کلی تعریف شدن میان اون گروهی که تشکیل شده خب از اینجا نشأت گرفته اون گروه میان ریسک ها رو شناسایی میکنن میگن خب بشین با هم دیگه فکر کنیم من الان یه پروژه ساختمانی دارم که یک بستر قدیمی ساختمان قدیمی در کنارش امکان ریزش داره یا اینکه من توی یه منطقه دارم که سیل خیزه یه منطقه هست که آه آه تو ایران دارم پروژه انجام میدم تورم خیلی زیاد ممکنه بشه یهو یهو دلار بشه چهار برابر امکانات خیلی زیاده دیگه همه اینا رو شناسایی میکنن که یه سری روش ها هست مثلا نمودار علت و معدول هستش استفاده از چک لیست ها قضاوت های کارشناس اطلاعات گذشته ساختار شکست ریسک ها و غیره از این موارد میتونم استفاده کنم که بیشترش میان با هم دیگه بحث و گفتگو میکنن و ریسک ها رو جدا میکنن وقتی که ریسک ها اینجا نوشته شدن یه لیست تهیه شد میایم از لحاظ کیفی میگیم آقا این احتمالش خیلی زیاده و خب ما خیلی راحت هم میتونیم اون رو پیشگیری بکنیم پس مقابله با اون راحته و میایم در موردش صحبت میکنیم یه سری یعنی معیارهای کیفی قرار میدیم خوب بد زیاد و اونا رو تعریف میکنیم و میگیم که بر این اساس مثلا مقابله با اون راحت هزینه هاش کمه ولی احتمالش زیاده پس این جزء حالا اولویت بالا میتونه باشه این اولویت کمتر باشه بیشتر از لحاظ کیفی صحبت بعد میگیم این کیفی ها رو به کمی تبدیل میکنیم عدد میذاریم مثلا میگیم این از لحاظ سختی دهه این از لحاظ هزینه پنجه این از لحاظ اتفاق یا احتمال رخداد سه و بعد که مثلا اینا رو به دست آوردیم میانگین وزنی میتونیم بگیریم خب میتونیم حالا به معیارها وزن بدیم بر اساس اهمیتشون فکر کنم خیلی از افراد با میانگین وزنی آشنا باشن توی قسمت مدیریت یک یکم در موردش صحبت شد و که چجوری وزنی میکنیم و اونا رو اولویت بندی می‌کنیم و بر اساس این کمی سازی هر کدوم که میانگین وزنی بیشتر حالا یا میتونه عکسش باشه کمتر داشته دارای اولویت بیشتریه و باید با اونا مقابله باشه بعد که اینا رو شناسایی کردیم ریسک های اولویت مثلا ده تا ریسک اول رو میایم جدا میکنیم میگیم اوکی حالا سیاست واکنش برای اون ریسک چجوریه اونو بپذیریم بگیم میدونیم یه چنین ریسکی وجود داره ولی اشکال نداره کارش هم نمیتونیم کنیم بعد بریم سعی بکنیم کاهش خسارت بکنیم بگیم اگر من این اقدامات رو انجام بدم به طور مثال وقتی که دارم گل برداری میکنم و همسایه من یک ساختمون قدیمی داره اونو بر به وسیله تیراهن ها محکم بکنم خب احتمال این که مثلا ریسک روخ بده کمتر میشه کاهش احتمال کردم و حتی خسارت اونم اونوردم بیمه کردم بیمه یکی از راه های کاهش خسارت اون هستش خب مثلا آتش سوزی در مقابل آتش سوزی خودم بیمه کردم پس کاهش خسارت کردم و حالا پس بر اساس کدوم یکی از این ها من بخوام این کار رو انجام بدم و بیام بگم اوکی مثلا واسه کاهش خسارت میخوام بکنم پس از بیمه استفاده میکنم انتقال ریسک میخوام انجام بدم میام یه پیمان کار میکنم میگم آقا اگر این اتفاق افتاد مسئولش تویی خب اجتناب میکنم از ریسک اصلا هیچ کاری نمیکنم میگم اوکی ازش فرار میکنم و هر چیزی هستش خب بعد اینکه من سیاستم مشخص کردم و گفتم چه کاری میکنم باید پیگیری و کنترل انجام بدم خب من لیستمو دارم میدونم یه چنین ریسک هایی اتفاق میفته مثلا در مورد HSE باید حتما قوانین مربوط به HSE رایت بشه در مورد کپسوله آتش نشانی در مورد کلاه ایمنی توی پروژه ها و غیره و بعد میام کنترل میکنم آیا واقعا از کلاه ایمنی استفاده میکنن دوستان آیا کپسوله آتش نشانی در جاهای مناسب قرار دادن آیا از اسید و اینجور چیزا به خوبی نگهداری میشه و کنترل رو انجام میدم و اگر اتفاقی افتاد بر اساس اون برنامه ای که چیدم برنامه مقابله با ریسک میام با اون مقابله میکنم و ریسک رو از بین میبرم خب اینا خیلی اهمیت داره که توی ایران تا الان خیلی کمتر استفاده میشد ازشون اما تازگی میبینیم که خب HSE داره خوب انجام میشه خیلی جاها افرادی که توی ریسک تخصص دارن رو استخدام میکنن واسه اینکه ببینن چطوری با ریسک ها رو شناسایی کنن و با اونا مقابله کنن و داره یک روندی ایجاد میشه که مدیریت ریسک رو بهش اهمیت بدن چون ریسک تو ایران خیلی زیاده ممنون از توجهی که داشتین امیدوارم مفید واقع بشه و تو پروژه خودتون از مدیریت ریسک استفاده کنین حتما خدا اگه.